سلام دوستان عزیز، امروز با یک ویدیو تازه آمدون به خانه های شما آموزش دو نوع سس داریم که یکی چکنی سبز و چکنی ماست هسته. تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. مواد لازم برای چکنی سبز، همینطور که میبینید من ترکاری ها و سبزی ها را شستم و تیار ماندم. مقداری گشنیز داریم که خرد میکنیم. دو عدد نشپیاز یا پیازچر داریم که خرد میکنیم. فلفل سبز یا مرج سبز یک عدد که من خردش میکنم به یک اندازه همه سبزیجات. دو حبه سیر که سیرها را هم خرد میکنیم. حالا همه سبزیجات و ترکاری ها را خرد کردیم و داخل ظرف مورد نظر گشنیزای خرد شده را میندازیم. فلفل سبز یا مرج سبز که خرد کرده بودیم اضافه میکنیم. نشپیاز دو عدد که خرد کرده بودیم بهش اضافه میکنیم. دو حبه سیر خرد شده را اضافه میکنیم. و حالا بلک‌های نعنا را اضافه میکنیم. دوستان عزیز، همینطور که میبینید قسمت ساقه نعنا گرفته شده و فقط بلک‌های نعنا را اضافه میکنیم. حدوداً 50 گرم بلگ نعنا میشه. زیره آسیاب شده 1/3 قاشق چایخوری زیره اضافه میکنیم. دوستان عزیزی، زیره بسیار خوشتم و خوشمزه میکنه چکنی را. نمک نصف قاشق چایخورین اضافه میکنیم. آب لیموی تازه 2 قاشق غذاخوری اضافه میکنیم. آب 3 قاشق غذاخوری اضافه میکنیم. روغن زیتون 1 قاشق غذاخوری اضافه میکنیم. شما دوستان میتونید در نبود روغن زیتون از روغن مایه در خانه دارین استفاده کنید. همه مواد با میکسر کاملا له میکنیم تا کاملا میکس شوه و به شکل پوره در بیه. دوستان عزیز، این آبی که انداختیم باعث میشه کاملا همه مواد به راحتی با دستگاهی که داریم خرد میشه و کاملا به شکل پوره در میاد. دوستان عزیزی، چکنی سبز بسیار خوشمزه، خوشتم و خوش عطر هسته و همینطور که میبینی چکنی ما تیار شده و رنگ بسیار سبز زیبایی به خود گرفته. چکنی ما تیار شد. بعد از میکس کردن داخل ظرف مورد نظر میریزیم. و حالا میریم چکنی ماست درست کنیم که مقداری گشنیز، نعنا، فلفل سبز و 2 حبه سیر هست. فلفل سبز یا مرج سبز خرد میکنیم. 2 حبه سیرم خرد میکنیم. دوستان عزیزی، سبزیجات به یک اندازه خرد کنید تا موقعی که داخل دستگاه خرد میشه راحت همه مواد یک دفعه‌ای داخل دستگاه میکس میشه و له میشه. و حالا گشنیزایی که تمیشستی من خرد میکنیم. داخل ظرف مورد نظر نعناهایی که تمیز شستیم و
از سوغات جدا شده داخل ظرف می‌ریزیم. دو حبه سیر خرد شده را اضافه می‌کنیم. مرج سبزی که خرد کرده بودیم یک عدد بود اضافه می‌کنیم. مقدار گشنیزی که خرد کرده بودیم اضافه می‌کنیم. مقداری نمک اضافه می‌کنیم. یک قاشق چایخوری آب لیمو اضافه می‌کنید. دوستان آب لیمو به دلخواه هم می‌تونید آب لیمو را هم حذف کنید. دو قاشق غذاخوری آب اضافه می‌کنیم. و حالا با بشکوب یا میکسر کاملا همه مواد را خرد می‌کنیم تا کاملا کل سبزیجات و ترکاری ها خرد شوند. همینطور که میبینی پوره ما کاملا له شده و تیار شده. نیم کیلو ماست داخل ظرف انداختیم و حالا پوره مواد مورد نظری را که کاملا میکس کرده بودیم و به شکل پوره در آمده بود در ماست اضافه میکنیم. با قاشق کاملا مخلوط میکنیم. دوستای عزیز بعد از اینکه کاملا مخلوط شد این ماست چکنی ما تیار شده و بسیار خوشمزه و مزه دار است. دوستان عزیز داخل از این دو تا چکنی من از مرج تند استفاده کردم. شما از آن در صورتی که تندی از این سس رو دوست ندارین میتونید از فلفل نرمال استفاده کنید که تند نباشه و میتونید داخل از این سس ها استفاده کنید و نوش جان کنید. دوستای عزیز این دو تا سوسی که براتون درست کردم شما میتونید در کنار همه غذاها استفاده کنید، به خصوص بولانی، پکوره، ساندویچ ها و سمبوسه نوش جان کنید. دوستای عزیز امیدوارم که از این ویدیو من خوشتان آمده باشه. اگه خوشتان آمده لطفا ویدیو را لایک کنید، چینل خوهرتان را سابسکرایب کنید، نماد زنگوله را بزنید تا ویدیوهای بعدی من را از دست ندهید. میتونید این ویدیو را با دوستانتان شیر کنید و به اشتراک بگذارید. تشکر از شما عزیزان که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید.